السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر سوال کردن اگر در زندگی به شخص دشنام داده باشیم، غیبت او را کرده باشیم یا حق او را گرفته باشیم، طوری که خود از او خبر نباشه. بعد از او الله بترسیم و بگوییم که چون روز است و حساب کتاب است و آخرت است، بعد از او از شخص علالیت طلب بکنیم. اما نگوییم که ما غیبت تو را کرده بودیم، فقط بگوییم که شاید گای در حق ظلم شده ببخش. آیا حق تو خلاص می یا تمام بدی ها را دانه دانه برایش بگوییم؟ خب، اینجا یک موضوع هست. حلالیت طلبیدن در این دنیا کار خوبی هست باید این کار را هر انسان بکند حلالیت باید طلب بکند به خاطر اگر حلالیت طلب نکند و این شخص یا آن شخص بمیرد پس این میماند دعوا در آخرت بر گردن کسی که حق کسی را تلف کرده و طریقه زیبای حلالیت طلبیدن همین است که شما برایش بگویید که سلام علیکم و رحمت الله و از من خطای سر داده غیبتی کردم بدون ردی گفتم آفت زبان بر من بوده آفت قلبی داشتم فکر بدی کردم هر چیزی که بوده از حوال تا آخر تمامش را ببخش من حلالیت می طلبم به این شکل شما کنایه بگویید و دور دور اون را بفهمانید انشالله که وقتی که انسان زنده باشد قلبش رقیق می شود و انسان دیگر را می بخشد و اگر انسان مرده باشد و در عقز ظلم شده باشد پس در حق مرده شما باید برایش خیل دعا بکنید استغفار بکنید از الله سبحانه و تعالی برایش معافی طلب بکنید برای آن شخص خیرات بدهید صدقات بدهید برای آن شخص اگر در یک مسجد بمبه آب ایمار می شود شما سهم بگیرید یا قسمت پول از آن آب بمبه را بدهید و این را به نام اون شخص بکنید چون دیگه اون در در عقب از اون غیبت کردید بدی ها گفتید یا بدی کار کردید پس اون در آخرت محول می شود و اگر این کار را بکنید ان شاء الله که والله اعلم الله سبحانه و تعالی در آخرت برایش بگوید که این شخص در مقابلت برای دعا کرده استغفار کرده فلان فلان گناهی شما به خاطر دعای این شخص بخشیده شده و بهتر این هست که انسان در امین دنیا وقتی که انسان جانب مقابل زنده باشه از او حلالیت طلب بکنه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزم سوال کردن کسی که غیبت یا نام یا حق کس را خورده باشد و آن شخص وفات کرده باشد تا چی وقت در حقش دعا کند تا چی وقت صدقه بدیم و صحابش را به او ببخشیم تا چی وقت چنین میکنیم تا وقتی که دلتان قرار بگیرد عزیز من تا وقتی که شما یادتان آمد این با پیمای آن است که چقدر غیبتش را کردید این به پیمان آن است که چقدر دشنامش دادید این بر پیمان آن است که چقدر عقش را خوردید دیگر انسان وقتی که این کارها را در حق کسی می کند باید به حساب برای صدقه بدهد و برایش دعای خیر بکند تا این عدالت در روز معشر معکول نشود چرا اگر این عدالت در روز معشر معکول شود انسان با کوههای از صدقات و خیرات می آید می بیند که تمامش مانند گرد خاک پاش پاش می شود الله سبحانه وتعالى از این اعمال بد غیبت ودشنام دادن و حق کس را خوردن ما را محفوظ بدارد آمین یا رب العالمین